عقیده. چند نفر تا حالا برای این کلمه کشته شدن؟ روی کاغذ همیشه جنایات بزرگ و نسل کشی ها مربوط به سالها پیش بوده. باورم نمیشه اتفاقی که در اخبار ازش صحبت میکنن همین چند ساعت پیش رخ داده. در قرن 21 همچنان همدیگر رو به خاطر اختلاف باور آزار میدیم و به قتل میرسونیم. 1618، 30 سال کشتار و خونریزی میان مسیحیان کاتولیک و پروتستان. 1915، نسل کشی و آوارگی صدها هزار ارمنی تحت سلطه امپراتوری عثمانی. 1975، بودایی های کامبوج زیر چکمه خمرهای سرخ کمونیست. 2016، جسدهای سوخته مسلمانان میانمار در شعله های ارتش بودایی هم و پاره های تن مسیحیان در انفجارهای سریلانکا توسط اسلامگرایان افراطی. در طول سالهای تدریس به عنوان یک جامعه شناس همیشه این سال ذهنمو به خودش درگیر کرده. چرا ادیان و مکاتب فکری برخلاف ادعای عدالت جویانه خود جنگ را به گفتگو، تنش را به همزیستی و مرگ را به زندگی ترجیح دادند؟ انگار این تراژدی تاریخی مثل یک دور بی پایان هر روز تکرار میشه. حتی ادیان کهن و بزرگی مانند اسلام و مسیحیت با بیشترین پیروان که از نظر مبانی اعتقادی اشتراک بسیاری دارند هم از ابتدا سر نزاع و دشمنی داشتند. از ابتدا واقعا در ابتدا چه اتفاقی افتاده؟ چند روزی بود که این سوال به شدت ذهنم رو به خودش درگیر کرده بود. اولین مواجهه بزرگان اسلام و مسیحیت چگونه بوده؟ اصلا مواجهه‌ای داشتن؟ اگر بوده در چه زمان و مکانی اتفاق افتاده و چه کسانی حضور داشتن؟ بعد از چندین هفته مطالعه و بررسی مقالات و کتب تاریخی، عنوان جذاب یک مقاله باعث شد مطالعه‌ام روی منابع و کتبی خاص گسترش بدم. ما با شما صلح می‌کنیم. اثر جوردن دینیکل. اکتبر سال 631. یک هیئت 60 نفره از مسیحیان شبه جزیره عربستان وارد شهر مدینه شدند. محمد پس از به قدرت رسیدن به افراد زیادی نامه داده بود. پادشاهان، رهبران دینی و رؤسای قبایل، مسیحیان نجران که در پی یافتن حقیقت بودند، نمی‌دانستند در ملاقات با پیامبری که تازه به قدرت رسیده چه چیزی در انتظارشان است. شمشیر یا آنها گمان می‌کردند هر مخالفتی با عقاید این پیامبر نوظهور ممکن است به قیمت جانشان تمام شود. اما به مسجد مدینه که وارد شدند، خبری از سرباز و شمشیر نبود. محمد آماده بود تا با آنها گفتگو کند. نجرانیان پس از ورود بدون مقدمه به او گفتند: ای محمد، ادعای تو چیست؟ او پاسخ داد: من پیامبر خدا هستم و مردم را به آیین یکتاپرستی دعوت می کنم. از منظر دین من، عیسی ابن مریم بنده و مخلوق خداوند عالمیان است. آنها پاسخ دادند: اگر او بنده خداست، از پدرش کیست؟ محمد در جواب گفت: درباره آدم چه میگویید؟ پدر او که بود. مسئله عیسی در نزد خدا همچون آدم است که او را از خاک آفرید. ولادت عیسی بدون پدر هرگز نمیتواند دلیل الوهیت او باشد، که اگر این چنین بود، آدم به خدا بودن شایسته تر است که نه پدر داشته است و نه مادر. آنها حیرت زده شده بودند.
در این حال که پاسخی برای استدلال محمد نداشتند، حاضر به پذیرش حرفهای او نیز نبودند. پایان این ماجرا چه خواهد شد؟ آیا جنگی در انتظار اسلام و مسیحیت بود؟ غیر از این است که همیشه حاصل اختلاف قدرتمندان، جنگ و خونریزی بین مردم است. مسیحیان نجران آماده رویارویی با پیامبر اسلام شده بودند. آنها آمده بودند تا مباهله کنند. مباهله، درخواست لعن و نفرین الهی برای اثبات حقانیت. مسیحیان نجران که با پیشنهاد پیامبر اسلام آمده بودند تا از خدا بخواهند عذاب خود را بر دروغگویان نازل کند، با صحنه‌ای حیرت انگیز مواجه شدند. محمد آمده بود، اما نه با سپاه و سرباز و یارانش. همراهان او یک مرد و زن جوان به همراه دو کودک بودند. رهبر نجرانیان پرسید: این افراد چه کسانی هستند که او را همراهی می کنند؟ پاسخ شنید: آن مرد علی ابن ابی طالب داماد اوست و آن زن فاطمه دخترش و آن دو کودک حسن و حسین فرزندان فاطمه و علی هستند. او با دیدن این منظره خود را باخت و گفت: محمد به راه خود ایمان راسخ دارد. هیچگاه فردی که در کار خود تردید داشته باشد، عزیزان خود را در معرض عذاب و لعن و نفرین الهی قرار نمی داد. من عذاب را در چند قدمی خود احساس می کنم. اگر دست به نفرین بردارند، نابود خواهیم شد. آنها به محمد گفتند: ما مباهله نمی کنیم. تو دین خود را داشته باش و اجازه بده ما هم به دین خود باقی بمانیم. محمد نیز درخواست آنان را پذیرفت. آنان آزادی دینی داد و به خاطر خدای خود با آنها پیمان صلح نوشت. تمام. هیچ خونی ریخته نشد و هیچ جنگی در نگرفت. بله، تاریخی که مملو از نزاع و درگیری بین افکار و عقاید بوده است، این بار از پیامبر قدرتمندی میگوید نه تنها حاضر به همزیستی با کسانی شده بود که او را دروغگو خطاب کردند، بلکه حفظ مال و جان آنها را تضمین کرد و به مسلمانان دستور داد تا آنان را از جامعه طرد نکنند. کاش مردمان متمدن این روزگار هم گفتگو را به جنگ، همزیستی را به تنش و زندگی را به مرگ ترجیح می دادند.